نقشه راه خودشناسی راجب چندین شب بحث کردیم که خیلی به ما کمک میکنه که متوجه بشیم الان کجاییم، چی کار داریم میکنیم و روند زندگی به چه شکله. و امشب حقیقتش اینه که من یه کاری که میخوام انجام بدم، میخوام راجب بیداری و بحث شیرین نقشه راه یه سری تحلیل های جدید با هم دیگه انجام بدیم و این تحلیل ها خیلی به ما کمک میکنه فکرمون بازتر بشه. شما انسان های معمولی نیستید و من اینو میدونم و خیلی خوشحالم که اینجا هستید. تصمیم گرفتید که زندگیتون رو تغییر بدید. با هم دیگه بچه ها یه سفری رو داریم میریم، من هم کنار شما هستم، دارم سفر میکنم. هر کدوممون توی یه منزل هستیم، توی یه جایگاه هستیم از این سفر زندگی و هر کدوممون داریم در واقع جایگاه اصلی خودمون رو زندگی میکنیم. اون چیزی که من امشب بحث دارم روش یکی دوتا مورده و بعدش یه تحلیل جانانه روی بحث بیداری با همدیگه داشته باشیم. خواهش ازتون میکنم خیلی حواستون اینجا باشه، چون مفاهیمی رو بحث میکنیم که خیلی کمک میکنه. اولین نکته که بچه امروز استوری هم کردم، نشسته بودم داشتم به این فکر میکردم که اگر دقت بکنید بچه ها، ما هیچ قهرمان مرددی رو تو دنیا نداریم. یعنی هیچ قهرمانی رو نداریم که با تردید تونسته باشه مسیرش رو طی بکنه و به قهرمانی برسه. همه اونهایی که مردد بودن وسط راه ول کردن، کارو ول کردن، رها کردن و نتونستن جلو برن. ما اگر امروز داریم یه قهرمان رو میشناسیم، حالا من منظورم از قهرمان شبای قبل گفتم، قهرمان زندگی با قهرمان در واقع گرفتن مدال المپیک متفاوته، ولی ما اونجوری مثال میزنیم که بعدش بیاریم وصلش بکنیم. هیچ قهرمانی رو شما نمیبینی که مردد باشه از مسیر بگه حالا بریم ببینیم چی میشه، حالا یه خورده دیگه بریم، اگر این ماه شد شد، نشد دیگه ولش میکنم، نمیدونم این شعره هست شد شد نشد نشد ولش کن. اصلا همچین چیزی رو باید از ذهنت خارج بکنی اگر میخوای مسیر قهرمانیت رو طی بکنی و بری برسی به همه جاهای خوب. ارادت خدمت همه دوستان عزیز، حامد خان دهقانی استاد عزیز، ارادتمندم، همه دوستان دیگه، ببخشید من تک تک نمیخونم. امروز که گفتیم یه خورده بذاریم این کامنت ها باز باشه، با هم دیگه یه خورده بیشتر گپ بزنیم و ببخشید اگر این موقعی دیگه جواب نمیتونم بدم به خاطر اینکه از محفظ دور میافتیم. همتون رو دوست دارم، همتون عزیزید، من ممنونم از ابراز محبت تک تکتون. پس بچه ها، اولین نکته که دوست دارم امشب راجبش فکر بکنیم، اگر تو زندگی تو مسیر سفر قهرمانیت تردید به وجود بیاد، نیش میخوری برمیگردی و احتمال این که وجود داره که ادامه مسیر رو نری. مثل خیلی از قهرمان هایی که یه زمانی میتونستن قهرمان بشن ولی تردید کردن و ادامه مسیر رو نرفتن و باعث شده که یک جایی بمونن. مسئله ای که ما راجبش امشب میخوایم بیشتر گپ بزنیم با هم دیگه اینه که ما کجای این مسیر در واقع احتمال تردیدمون وجود داره. و یه خورده میخوام تخصصی تر راجع به مرحله به مرحله‌ای که ممکنه ما تو شک بکنی با هم دیگه صحبت بکنی. امروز داشتم فکر میکردم که اگر هر کدوم از ماها نوع نگاهمون امروز با هم دیگه متفاوته، خب این طبیعیه دیگه، به دو سه دلیل. یه دلیل اینه که تیپ شخصیتی ماها با هم متفاوته، اینو همتون میدونید و راجبش صحبت هم کردیم. قسمت بعدی اینه که حالا ببین تو کدوم منزل از سفر قهرمانیت هستی، اون 12 مرحله. راستش من الان اینجا تخته وایت بورد ندارم، من دوست داشتم رو تخته واسهتون دونه دونه مراحل رو بکشم و با هم دیگه گپ بزنیم. دیدم تخته تو دفتر مونده و منم دیگه نرفتم بیارمش، ولی سعی میکنم که تو شبای آینده تخته رو بیارم. خیلی کمک میکنه که ما با تخته بتونیم صحبت بکنیم. همین چند دقیقه پیش گفتم بذار اقلا روی کاغذ بکشم. بچه ها میبینین اینو یا دیده نمیشه؟ من دیگه نیستم الان اینه. میبینین یا نه؟ و فکر کنم برعکس میبینین. ولی من یه توضیحی بدم واسه دوستانی که این مراحل رو ندیدن و نشنیدن. بچه ها به من فیدبک بدید اصلا معلوم میشه ما الکی داریم میگیم ببینیم با هم دیگه یا نه. هلو، برعکس، بله برعکس. آها میگه اگه کامنت ها نباشه. خب بذار پس بچه ها من کامنت ها رو یه دقیقه ببندم، عذرخواهی میکنم.
خب ببینید الان بیاریم جلو، من میخونم بچه ها میخونم، اگر شما کاغذ دارید یه کاغذ تهیه کنید جوری خیلی بهتره که بعد دیگه من دارم توضیح میدم شما هم یه کاغذ جلوتون باشه که بتونید ببینیدش، چون اونجوری دیده بهتری نسبت بهش پیدا میکنیم، بعد میایم راجبش گپ میزنیم و صحبت میکنیم. لطفا یه کاغذ تهیه کنید سریع، البته کاغذ با خودکار دیگه، کاغذ خالی به دردمون نمیخوره. خب بچه ها این به این ترتیبی که من میگم همینجوری دوار دایره ای، اوکی اینجوری میخوام بنویسیم با هم. میدونم خیلیاتون بلدید ولی الان می‌نویسیم چون که میخوایم راجبشون بحث بکنیم. بنویس معصوم، یتیم، جنگجو، حامی، جستجوگر، نابودگر، عاشق، آفرینشگر، حاکم، جادوگر، فرزانه و دلغک. بچه ها همینجوری به این شکل، یعنی دایره‌ای برای من در واقع بنویسید، یا خودتون بنویسید، چون راجبش بحث داریم میخوایم امشب راجبش صحبت بکنیم. فکر میکنم که بحث جالبی باشه که ما از این دوران کرونا و پسا کرونا چجوری داریم استفاده میکنیم و این چند روزی که ما توی خونه بودیم و این توفیق اجباری بر ما حاکم شد چی کار داریم باهاش میکنیم و هر کدوم از ما توی هر کدوم از این مراحل که باشیم یه مدلی داریم با این روند زندگی در واقع جلو میریم که دوست دارم راجبش صحبت بکنیم و بیشتر بدونیم که الان بهترین مسیری که میتونه ما رو در واقع رها بکنه از این وضعیت و اتفاقا خیلی بتونه به ما کمک بکنه تو این روند، یعنی به ما کمک بکنه که کرونا که تموم شد ما آدم بهتری شده باشیم و توانمندتر شده باشیم، کدوم مراحله. شبای قبل بهتون گفتم، الان بازم تکرار میکنم، یکی از موهبت‌های زندگی من این چند روز بود، خدا رو شاهد میگیرم، یکی از اتفاق‌های خوب زندگی من این بود که آقا یه دقیقه بیخیال شو، تو داری خیلی با سرعت یه مسیری رو میری ولی یه جاهایی هم یه خود استاپ بکن، الان باید یه سری کارهای دیگه بکنی که ما یه سری کارهای دیگر داریم میکنیم و نتایجش هم به زودی میاد، همین الانش هم خدا رو شکر خیلی نتیجه اومده و اینو مدیون این نشستنه ایم، بشینیم تو خونه یه کارایی رو بکنیم که شاید قبلا انجامش نمیدادیم. حالا میخوام بهتون بگم که چی میشه که این اتفاق میفته، چون میخوام با هم دیگه مراوده داشته باشه، کامنت هم باز میکنم، چی میشه که این اتفاق رخ میده. بچه ها دقت بکنید، ما هر کدوممون تو قسمت های مختلف زندگیمون توی یه دونه از این مراحلی هستیم که الان راجبش صحبت کردیم و شما الان روی کاغذ کشیدی نشون. گفتیم معصوم، یتیم، جنگجو، حامی، یه بار دیگه تکرار بکنم، جستجوگر، نابودگر، عاشق، آفرینشگر، حاکم، جادوگر، فرزانه و دلغک. و نکته جالب اینه که هر کدوم از ماها الان تو زندگیمون یه دونه از این مراحل بیشتر تو زندگیمون جریان داره، یعنی خیلی از ماها مراحل ابتدایی سفر رو احتمال داره رد کرده باشیم، مثلا الان تو مراحل هفتم هشتم باشیم، تو مراحل نابودگر و عاشق باشیم یا توی حاکم باشیم، اینا با همدیگه نوع نگاهمون با هم میتونه متفاوت باشه و وقتی که ما نوع نگاهمون نسبت به مسائل متفاوته تصمیم گیری هامون هم متفاوته. به خاطر همین هم از بچه ها ما یه موقعی همدیگر نمیفهمیم، یعنی در واقع متوجه این نمیشیم که یک جایی چرا همسر من یه حرفی میزنه من متوجهش نمیشم، چرا بچه من یه چیزی میگه، چرا پدر من یه چیزی دیگه میگه، به خاطر اینکه هر کدوم از ما تو یه مرحله از این سفر قهرمانیمون هستیم که باید در مرحله اول بشناسیمش و متوجه بشیم که مرحله بعدی چیه و چی کار میتونیم در قبالش انجام بدیم. ارادت خدمت همه دوستان عزیز. خانم گلاب مرسی، سپاسگزارم. فاروق جان ارادت. خب بریم بچه ها یه توضیح بدیم واسه اونایی که این مراحل رو ازش آگاهی ندارن، من یک توضیح اجمالی و سریع بدم و بعدش بیایم تحلیل بکنیم ما الان چجوری توی این دوران داریم ازش استفاده میکنیم.
مرحله اول بچه ها، اون مرحله ای که شما نوشتید کی جا مونده؟ جا موندین؟ خب یه بار دیگه میخونم، فقط دیگه سریع بچه ها کسایی که اومدن جوین شدن لطفا بنویسید به این شکل دایره‌ای کاری که داریم بشه انجام بدیم. اوکی؟ من یه بار میخونم، 12 کلمه است که دنیایی در این کلمه ها وجود داره که ما هم دیگه تحلیل میخوایم بکنیم. معصوم، یتیم، جنگجو، حامی. خانم یکی بود جا مونده بود، اجازه بدید من الان یه نکته رو دیدم اینجا عالی. من کامنت جناب آقای الماسی رو پین کردم، عالی، جناب آقای الماسی رو نوشتن، خیلی ممنون ازت، مرد پر انرژی و خوش انرژی و هر چی که بگیم کم گفتیم جناب الماسی، مرسی. بچه ها این پین شد و دیگه اینجا میتونید ببینیدش یا تو کاغذ بنویسید و در واقع رو کاغذ ببینید. بچه ها این مراحل به این شکل کار میکنه که 4 اول از سفر قهرمانی ما، از روندی که ما میتونیم طی بکنیم، مراحلیه که اصلا تازه ما رو آماده میکنن واسه این که ببینن این سفره رو ما میتونیم بریم یا نمیتونیم بریم. یعنی اگر اون 4 مرحله اول نباشه، ما اصلا سفری آغاز نمیکنیم، اتفاقی نمیفته و مطمئن باشید که اصلا نمیتونیم این راهو در واقع طی بکنیم که بتونیم اسم خودمون رو بذاریم قهرمان. مثال بزنیم، بیش از 70-80-90%، چون عدد نداره من نمیتونم دقیق بگم، بیش از این عددا توی مرحله اول و دوم تو زندگی گیر هستند. همینایی که الان بچه ها تو این دوران نشستن میزنن تو سر خودشون. ببین اگر تو مرحله اول باشن که ما اسمشو میذاریم مرحله اول یا معصوم، که طبق تئوریه که در واقع یونگ اومد در واقع پایه‌ریزی که تحت عنوان آرکیتایپ، ما اینجا یک کلمه میگیم ولی در واقع داریم راجع به یک پکیج پر از انتخاب صحبت میکنیم، یک پکیج پر از نگرش صحبت میکنیم. مثال بزنم بچه ها، اونایی که الان تو این دوره تو معصومیتن، احتمالاً یا دارن میگن که تو در واقع خیال پردازی هایی که حالا البته تو بود منفی، خیال پردازی هایی که چیزی نیست، اصلا جدی نگیریم این داستانو، اینم تموم میشه، این همه یه چیزا بی خیال تموم میشه و میره. یک دنیای پر از نور، دنیای پر از در واقع پر از فراوانی که فکر میکنه همه چی دیگه حله و هیچ مشکلی نداره. یکی دیگه ممکنه تو همون دوره باشه، تو همون قسمت باشه و تو بود مثبتش باشه، بگه ببین من تو این دوران چی کار میتونم بکنم. یعنی انقدر این فکر میتونه باز باشه تو بود معصوم مثبت که بگه ببین من الان تو این دوره بهترین کاری که میتونم انجام بدم چیه. پس بچه ها اگر همین اولیه معصوم، همین اولی که نوشتی مسئله داشته باشه، همون ابتدای کار ما گیریم، یعنی اصلا اجازه نمیده که ما بریم مراحل بعدی و بخوایم استارت رو بزنیم. یه نفری ممکنه که این مرحله رو اوکی باشه، اصلا مسئله نداشته باشه. تو مرحله دوم یا شدن من میدونم ما همه میمیریم، نمیدونم الان دیگه کرونا از در و دیوار میریزه، ما همه دیگه نابود میشیم، اقتصاد جهان نابود میشه، ما هیچی ازمون باقی نمیمونه، دیگه اصلا ترکیدیم. اینم یه مدلیه که یتیم منفی، بچه‌ای که در واقع اینجوری فکر میکنن که میدونم تو این لایو نیستید، وگرنه اصلا این لایو رو نمیدیدید، الان داشتید، الان چند ساعت، الان 9 دیگه، اخبار ساعت 21، کووید 19 دنیا را تکان داد، نمیدونم امروز آمار کشته شدگان در خیابان فلان اینقدر بود. خب چیکار کنیم الان؟ تو از صبح تا شب بشین اینا رو گوش بکنی، چیزی به تو اضافه میشه؟ کاری میتونه در واقع انجام بدی؟ که متاسفانه خیلی از آدم ها اینجوری هست. همین الان من میدونم که شما دوروبرتون خیلی آدم ها هستن که متاسفانه تو این مرحله هستن، الان به جایی که بیان این لایو رو ببینن و لایو های آموزشی رو ببینن که الان بهترین دوران آموزشیه، بهترین دوران آموزشیه، به جای این دارن چی کار میکنن؟ متاسفانه دارن به ورودی های ذهنشون چی میدن؟
و بسیار اخبار گوش میدن که حالا دوستان هم اشاره میکنن. حالا تو بعد مثبت اگر تو این قسمت بخوایم نگاه بکنیم، میخوام ببینم مدل نگاه ها چه شکلیه. مدل نگاه ها اگر تو این مرحله ما باشیم که یتیم مثبت باشه، میگه ببین من میدونم که خطر داره، من میدونم دورانیه که ممکنه خیلی اتفاقا بیفته و خیلی اتفاقا ممکنه زندگی ما رو تحت شعاع قرار بده، ولی من از اینا بزرگترم، من رعایت میکنم، من خودم رو تو خونه قرنطینه میکنم، ولی نمیلرزم، نمیترسم به خاطر این اتفاقاتی که افتاده، خودم رو نمیبازم. بچه ها وقتی ما داریم راجع به قهرمانی صحبت میکنیم، ما داریم الان راجع به یک قهرمان صحبت میکنیم. شما اینو تصور بکنید، ببرید تو روان یک قهرمانی که میخواد بره مثلا تو المپیک مدال بیاره، ببینید چقدر با هم متفاوته. یعنی مثلا هر قهرمانی که ما میشناسیم حداقل دیدیمش چندین بار مصدوم شده، این تو این مرحله هست. آقا ما دیگه مصدوم شدیم دیگه. ببین من امروز اون جمله که گذاشتم معنیش اینه، ما قهرمان مردد نداریم، یا قهرمان میشی یا قربانی میشی. یا قهرمان میشی، خاطرات قهرمانی تو 5 سال دیگه تعریف میکنی، با خنده تعریف میکنی، میگی ببین کرونا اومده بود، همه لرزیدن، همه ترسیدن، من نشستم یه دوره آموزشی دیدم، از اون روزی که این کرونا رفت نمیدونی روند زندگی من چی شد. این یه مدله. یه مدل دیگه شم اینه، 10 سال دیگه، 5 سال دیگه کرونا که اومد ما بدبخت شدیم، کارگامونو بستن، کارمونو کنسل کردیم، نمیدونم این شد، ال شد، بل شد، اینقدر داری داستان واسه تعریف کردن، ببین کدومو میخوای انتخاب بکنی. این توی مرحله هست، توی مرحله یتیمه. مدل انتخاب ما و گذار ما از این اتفاق به ما نشون میده که الان تو منطقه یتیممون ما مثبتیم یا منفی. یتیم میگه درسته همه این اتفاقات، ولی من متوجه میشم که چه باید بکنم و در واقع این مسیر رو طی بکنم. خب حالا دقت بکنید بچه ها، کسایی که این دوتا مرحله، همه اینا میدونید که من ذهنی دارم صحبت میکنم، اینا بیرون که نیست، اینا گفتگو درونی های ماه، اینا صحبت هاییه که ما دائم داریم با خودمون تکرار میکنیم و ممکنه به جایی هم در واقع نشونش ندیم، به کسی هم نگیم. همین که این اتفاق تو درون ما هر دو بودش مثبت بشه، اتفاقی که واسه ما میفته اینه که ما اعتماد میکنیم به خودمون، به دنیا، به اتفاقات، به کسب و کارمون، به اینکه ما میتونیم بزرگ بشیم و میتونیم روند بهتری تو زندگیمون طی بکنیم. وقتی که این دوتا اتفاق بیفته، تازه ما میتونیم به مرحله سوم بچه‌ها فکر بکنیم، تازه ما میتونیم به مرحله بعدی که اسمش جنگجوه فکر بکنیم. اونایی که این دوتا مرحله رو توش مثبت نیستن، یعنی تستای بیداری رو میزنی، تو تستای بیداری میاد منفی معصوم و منفی یتیمت بالاست، من بهت قول میدم تو با جنگجوی منفی ادامه مسیر رو خواهی رفت. این بچه ها همون داستان آدم های معمولیه که میگه ببین من از صبح تا شب دارم سگدو میزنم، شاید زیاد شنیده باشی، میری باهاش صحبت میکنی میگی خدا لعنت کنه اینو، خدا لعنت کنه اونو، با ما اینجوری کرد، ما سال 50 ملکای لواسونمونو اگه نگه داشته بودیم اینجوری بود، ما اگه انقلاب نمیشد اونجوری بود، ما اگه تو ایران نبودیم اینجوری، اینا رو میگه. بعد میگیم خب تو زندگی چی کار داری میکنی؟ میگه از صبح تا شب ببین یه جا کار میکنم، میرم یه جا دیگه کار میکنم، شبم تو استپ کار میکنم، شب خواب ندارم، بچه هام رو سرم هم. اینا تو جنگ منفی عزیز دلم، تو داری اشتباه میری، مسیر رو داری اشتباه میری. اینجا میخوام یه نکته رو تو ذهنت داشته باشی، یه دونه از این خشتا رو که کج بچینی تا سریا چی میشه؟ این خشتا کج میره و دیوار تو دیوار کجی میشه. بعد یه روزی میرسی با خودت صحبت میکنی میگی ما نفهمیدیم واقعا چی شد، من دارم بهت میگم الان چی شد دیگه، من الان دارم بهت میگم چی شد، تو اون آجر اولیه هر رو اشتباه گذاشتی، به جایی که اینا رو درست بچینی سر جای خودش، اومدی از اول تو جنگ منفی و یه جایی میرسه بچه ها ما به مرگ تدریجی میرسیم. ببینید خیلی از آدم ها هستن که روشون نمیشه خودکشی کنن، ولی علنا دارن میگن خدا ما رو ببر. مثالش هم شنیدین دیگه، خدا منو مرگ بده دست تو،
اصلا چرا باید به اینجا برسی؟ کدوم خشت و اشتباه گذاشتی؟ کدوم دعوت به تو شد که بیا سفر کن، بیا یاد بگیر، بیا برو پخته تر شو، بیا حرکت کن، و تو اونو نادیده گرفتی که امروز باید بشینی بگی خدا من مرگ به در دست این زندگی راحت بشم. جنگجوی مثبت میگه آقا من بابت این میجنگم، بابت این نمیجنگم. دلیلی نداره. ما تو همین دوره‌ای که اتفاق افتاده و الان تو قرنطینه هستیم، من اگر این مطالب رو نمیدونستم بچه‌ها خیلی اذیت می‌شدم. نمیدونم به چه زبونی بهتون بگم. اگر این مطالبی که دارم امشب بهتون میگم که نمیدونم چی بگم، میلیون ها تومن میارزه. امیدوارم که فکر نکنید رایگانه پس به درد نمیخوره. امیدوارم این نره تو ذهنتون. هر چیزی که داره به ما مجانی داده میشه رایگانه و در واقع اون ارزش نداره. خیلی این حرفا که دارم امشب بهتون میزنم ارزش داره. یعنی یه دونتون اگه بگیرید دو سه سال دیگه به من پی ام میدی بابا اون شب که اینا رو گفتی من تموم شد، همه وضعیتم درست شد، من فهمیدم گیرم کجا بوده. اگر تو داری در طی روز با همه میجنگی الا زندگی خودت که باید جنگ مثبت داشته باشی، باید بدونی چی کار باید بکنی که پول خوب در بیاری، چی کار بکنی که با زندگی عاشقانه همسرت هر روز بتونی بهش رسیدگی بکنی و این زندگی رو هر روز زیباترش بکنی، چون تو با یه یتیمی، با یه زخم اومدی، یه زخمی در درون تو هست که الان این زخمه داره تو جنگجوی منفی خودشون نشون میده، و وقتی که تو جنگجوی منفی هستی این زخمه رو داری به دیگران میزنی، به خودت میزنی، متاسفم واسهت تا آخر عمرت اصلا مراحل بعدی در کار نیست و هیچ وقت تو نمیتونی به مشکلات روزهای گذشته زندگیت بخندی، چون در انتهای این مبحث خواهم گفت که روزی به تمام آنچه امروز پوست ما رو میکنه خواهیم خندید، و هنر تو اینه که قبل اینکه اون روز برسه تو بخندی. خیلی حرفه ها بچه ها، واسه شما هم اتفاق افتاده دیگه بارها که یهو میگی آقا من نگاه کن چه گیری بودم سه سال پیش، سر چه میدونم 2 میلیون چقدر گیر بودیم، الان حسابمو نگاه میکنم 2 میلیون تو مثلا 10 دقیقه میاد، چه گیری بودیم ما. میخندی اون موقع بهش، ولی اون موقع 2 میلیون خیلی بوده، چون اون موقع صابخونه میومده، تو کرایه ماشین نداشتی، تو خیلی تجهیزاتت کم بوده، خیلی اذیت می‌شدی، ولی الان می‌بینی چقدر راحت داره این اتفاق واسه میفته. خواهش می‌کنم از بگیر، اگر داری اشتباه می‌جنگی مرحله قبلیش مسئله است، باید پیداش بکنی تو از یه چیزی رنجیده شدی و زخم داری. حالا این مرحله که رد بشه، ببین الان کسایی که تو این مرحله هستن با این دوران چیکار دارن می‌کنن، اینا در واقع تو این دوره چجوری دارن برخورد میکنن با اتفاقات. یا داری با دولت میجنگی، من اصلا نمیخوام طرفداری از کسی و یا ارگان، من نه دولتی هستم نه 1000 تومانی تا حالا از هیچ ارگان دولتی گرفتم، خدا رو شکر همیشه در واقع روپای خودم وایستادم، هیچ وقت خدا رو شکر سرخم نکردم بگم که به خاطر این مسئله به من اینو بدید اونو بدید. فقط من یه چیزی رو فهمیدم و اون اینه که دنیا به طرز معجزه آسایی در حال هدایت شدنه. قهرمان ها قهرمان تر میشن هر روز تو زندگیشون، آدم های ثروتمند ثروتمند تر میشن، آدم های فقیر فقیر تر. من فهمیدم که اگر مسیر قهرمانیمو بتونم طی بکنم فرق نمیکنه کجای دنیا باشم، قهرمان میشم. اگر نتونم طی بکنم فرق نمیکنه کجای دنیا باشم، قهرمان نمیشم. اینو من متوجه شدم و مسئولیت تمام آنچه که هست و نیست رو به عهده گرفتم. حالا این که یه جا کمکاری میشه، یکی گیر میده، یکی فوش میده، یکی درگیره، من اینا رو نمیدونم. من روزی که فهمیدم اینا واسم نون و آب نمیشه، دیگه تلویزیون ندیدم، دیگه بحث سیاسی نکردم. فهمیدم که بهترین کار اینه که کار کنم، بهترین کار اینه که درآمد داشته باشم. من بچه ها اصلا مشکل و مخالف این نیستم که پول زیاد در بیاریم، هممون باید در بیاریم. اصلا هم این آدم نیستم مگه من خیلی آدم متواضع و آدم خوبی هستم، همه این کارا رو فی سبیل الله، نه اینم هم نیست واقعا. ما همین شبایی که داریم با هم دیگه کار میکنیم، همین لایوا من دارم خدمات ارائه میکنم، شماها دوستان دیگه کسانی که میان میپیوندن متوجه میشن حرفا مغز داره، تازه متوجه میشن باید دوره رو بیان شرکت بکنن و میان شرکت میکنن. خب من باید این کار رو اول ارائه بکنم. ببین تو باید اول به دنیا ثابت بکنی چی داری،
لیاقت داری آدم ها بیان از تو خرید بکنن، لیاقت داری آدم ها بیان تو دوره تو شرکت بکنن، تو همینجوری تو خونه بشینی بگی من خیلی خوبم، من خیلی خوبم، بیان من بخرید، اینجوری نیست. میخوام بگم اگر امروز داری میبینی که این شکلی داره روند طی میشه که خیلی از کسب و کارا الان دارن میزنن تو سر خودشون، ولی ما اینطوری نیستیم به خاطر اینکه اینجا اینا خیلیش طی شده، خیلی هاش تو سالهای قبل طی شده. من از سال 88 با این تئوری آشناهم. چند سال میشه؟ 11 سال. و وقتی 11 سال دارم با این تئوری زندگیمو قهرمانی جلو میبرم، دیگه با هر در واقع بادی یه سمت نمیرم، یه مسیر قهرمانی من اینه، من برای اینا دارم میجنگم. حالا تو دوران کرونا چجوری بجنگم یه مدل دیگه است. متوجه میشه چی میگه؟ یعنی مثلا ما تو قبل دوران کرونا مدل جنگمون این بود که شهرهای مختلف همایش برگزار بکنیم که خیلی از شماها بودین و هستی، ولی تو دوران کرونا جنگ عوض شده، ولی جنگجو که عوض نشده. اوکی، ابزارهای جنگی عوض شده، ولی جنگجو اینجاست، پای هدفاش وای میسته، میگه الان بهترین انتخاب کدوماست، همونا رو انجام میدی و نتیجه هم میاد خدا رو شکر. و شبهای قبلم گفتم، الانم دوباره میگم، دنیا به لیاقتهای من و تو جواب میده، و وقتی که تو به دنیا ثابت کنی که لیاقت داری، مگه میتونه جواب منفی بده؟ اصلا امکان نداره. بچه ها ممکنه ما یه هدفی بذاریم به اون هدف نزدیک بشیم ولی بهش نرسیم، ولی ما بزرگتر شدیم. چرا؟ چون یاد گرفتیم که تو این مسیر چقدر چیزهای جدید تو زندگیمون پیدا شده و اینا جمع میشه، برایندش کمک میکنه که ما در جنگهای بعدی پیروز بشیم. میدونی من میخوام تیکت بیفته که اصلا باختی تو این دنیا وجود نداره، به خدا باخت تو این دنیا وجود نداره، همش برده. فقط موضوع تفسیر تو از برده متفاوته. تو فکر میکنی برد یعنی اینکه حتما این ماه این پوله بیاد، اینجوری نیست. این ماه نیومد، جمع میشه، میگه حامد ببین یه دقیقه صبر کن، تو الان اسفند ماه دوره های شهرهای مختلفت خوابید کنسل شد به خاطر این داستان که واسه همه اتفاق افتاد و میتونه تک تک تو زندگی هامون چیزهای دیگه هم باشه. این حالا خیلی کلیه، یه دقیقه بیا کارت دارم. اینو دنیا به من میگه، منو دعوت میکنه، بیا مدل جنگ تو عوض کن، بیا اینجا یه جور دیگه فکر کن. پری شبا بهتون گفتم من رو دوره های کوچینگ آنلاین زیاد فکر نمیکردم، الان دارم فکر میکنم و الان توی این سر رسیدم. امروز همه مراحل و چی کار باید بکنیم و کی شروع بکنیم همه اینا رو دارم مینویسم، آمادش میکنم، دارم میبینم که میگم خدا رو شکر این اتفاق افتاد. میدونی برای من این اتفاق افتاد که بیام بشینم یه مدل جنگ جدید رو با هم دیگه بررسی کنم، چون اگر اون مدلی بود من همیشه اونجوری بودم. و این شعار ما وقتی میگم آقا خودت رو تکرار نکن، تا روزی که خودت رو تکرار میکنی، تا روزی که فکر میکنی که هر چی که الان داری باید حفظش کنی، هر چی که تا الان بوده درسته، هر چی که من تا الان باور دارم درسته، هر چی خانواده من میگن درسته، هر چی کشور من میگن درسته، هر چی مذهب من میگه درسته، هر چی... میدونی کلی دارم میگم، هر چی که تو فکر میکنی درسته، هیچ چیزی تو این زندگی تغییر نمیکنه. روزی که به تمام این اتفاقاتی که الان راجبشون صحبت کردم گفتی که ببین این تا الان بوده، تا الان کاربرد داشته، شاید از فردا اینجوری نباشه، و وقتی که فهمیدی همه اتفاقات دنیا تاریخ انقضا داره، همه کسانی که دور و بر تو هستن تاریخ انقضا دارن، هم خودت تاریخ انقضا داری، مگه قرار ما نامیرا بمونیم؟ پس یه سفری رو داریم با هم دیگه میریم، هر کی سفر خودش رو داره میره. حالا تو کدوم یکی از این مراحل هستی و این خشت اولت که از این معصومیت شروع شده چه شکلی گذاشته شده داره درست جلو میره، این به تو نشون میده که تو به درآمدهای خوب میرسی یا نمیرسی، زندگی عاشقانه داری یا نداری، تندرست زندگی میکنی یا نه. این به تو نشون میده که از زندگی لذت میبری یا نمیبری. تو سالهای پایانی عمرت میبالی به آنچه اتفاق افتاد، یا اینکه هنوز قصه داری، هنوز درگیر کرایه خونه و این داستانایی؟ متوجه میشی چی میگم؟
یه چیزی خیلی دوست دارم بهتون یه جوری بگم که بگیریدش. ببین اگر همین الان دقت بکن، اگر همین الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم با امکاناتی که امروز داریم، امکاناتی که امروز توی بحث شبکه‌های در واقع مجازی و اینترنت و اینا هست، اگر تو ماهی حداقل دقت کن حداقل 30-40 میلیون در نمیاری، به خدا مسئله خودتی. ابزار آماده است، تو آماده ای، تو کلی توانمندی داری. اینا یه جا گیره، نقشه راه خودشناسی یه جاش گیر کرده، وگرنه اگه پیدا بشه مسیر واسه بازه. این دوستانی که حالا با من یه موقعی صحبت میکنیم، من معرفیتون میکنم به این کسانی که کسب و کار اینترنتی رو ران میکنن و آموزش میدن، وقتی بری ببینی متوجه میشی که ای بابا یه جوون اومده 20 سالشه، یه کار خیلی ساده، نه که فکر کنی چی کار کرده، نه الان داره درآمد خوب کسب میکنه، به خاطر اینکه اول از همه با معصومیت ذهنش گفته میشود. با یتیمی که الان صحبت کردیم گفته ببین من میدونم که این مسیر مسیر پرچالشه، ولی من ازش عبور میکنم، من بزرگترم از مسائل و مشکلات. انگار یه چیزی بچه‌ها در درون، انگار یه وسعتی به وجود میاد که نه ربطی به سن داره، نه ربطی به جنسیت داره، نه ربطی به اینکه کدوم شهر هستی داره، نه به هیچی ربط نداره، به اینکه تو چه رشته‌ای خوندی نداره. فکر کنم دیشب بحث کردم واسهتون، دانشگاه‌های ما، مؤسسات آموزشی ما، ما رو واسه زندگی محدود کننده آماده میکنن، نه واسه زندگی نامحدود. ما رو واسه آزادی زمانی و مالی آماده نمیکنن، چون خبر ازش ندارن، چون فکر میکنن زندگی اینه، تو باید بری درس بخونی، بری یه جا استخدام شی، 30-40 سال عمرتو بذاری، ماه به ماه یه حقوقی بگیری، عمرت تموم شه، این دنیا بری. این چیزیه که آدم‌های معمولی هم میگن هم اجرا میکنن، این مدل زندگیشونه. ولی من به تو میگم بیا قهرمان زندگی خودت شو، چی کار کن؟ 3-4 سال غیرتی پای هدفات وایسا، 3-4 سال مثل بنز کار کن. به چه زبونی بگم؟ 3-4 سال همه چیو بذار کنار، فقط به هدفت فکر کن، با نقشه برو جلو. ببین وقتی من اینو واسه تو میکشم، به خاطر اینکه تو از زندگی تحلیل درستی داشته باشی. تو اگر از زندگی تحلیل درستی نداشته باشی، دائما در زندگی گم خواهی شد، و هیچ چیزی سخت‌تر از این نیست که تو گم بشی. وقتی ما گم میشیم دلهره میگیریم، وقتی ما گم میشیم تو زندگیمون احساس بدی پیدا میکنیم. بعد به جای اینکه واسه زندگی شروع کنی به فعالیت و جنگیدن، حالا میخوای از این گم شدن خودت رو نجات بدی. من با خیلی از دوستان، خیلی از شماها به هر حال صحبت کردم و صحبت میکنم، میبینم به خدا مسائل زندگی شماها اینقدر که فکر میکنید سخت و پیچیده نیست. یه نوع نگاه تغییر بکنه همه چی حل میشه، یک مدل دیده تفسیرت نسبت به یه سری مسائل عوض بشه، تمام. دیروز براتون گفتم یه جایی بچه ها نمیخواد همش واکنششون بدی، یه جایی جاخالی بده، یه جایی اصلا نبین، یه جایی سکوت کن. اینو که پیداش بکنی تو درون خودت، میبینی اصلا روند سختی نیست اونقدری که تو فکر میکردی. مرحله بعدی که اسمش حامیه، بچه ما هنوز سفرمون آغاز نشده ها، هنوز سفرمون آغاز نشده، آغاز بشود چه میشود؟ یعنی فعلا تو مرحله جنگجوییم، فعلا یه چیزی در درون تو داره تغییر میکنه، ضرب جنگت به سمت مثبته. تو دیگه نمیخوای یه پوزی رو به خاک بمالی، پوزه ای رو آره، تو دیگه نمیخوای پوز بدی به آدم های دیگه، تو نمیخوای به دیگران خودتو ثابت کنی، تو فقط به خودت خودتو ثابت کن، همین. و اینو بهتون بگم که تست کنید، خیلی کمکتون میکنه. این تست اینه، از 2 سال پیش خودت بهتر شدی یا بدتر شدی؟ الان مشکلات 2 سال پیشت واسهت مسخره شده یا مشکلات 2 سال پیشت سخت‌تر شده؟ هرچی داری جلوتر میری احساس میکنی داره فضا تنگتر میشه. گیری داداش گلم، خواهر گلم، گیری تو یکی از این مراحل سفر، و تا زمانی که این پیدا نشه خیلی سخت، خیلی سخت زندگی جلو میره. و زمانی که پیداش بکنی اتفاقای خیلی خوب میفته، چون تو مرحله بعدی که اسمش حامیه، بچه ما باید حمایت کردن خودمون رو یاد بگیریم.
براتون گفتم اولین کسی که باید تو حمایتش بکنی خودتی و خودت اولین کسی هستی که باید به خودت تایید بدی، نه اینقدر تایید از دیگران بگیری. کسایی که بوده حامی ضعیفی دارن همش دنبال یه قهرمان بیرون میگردن، همش دنبال یه حامی میگردن، دائما دنبال اینن که یه نفر بگه که باری کلا ببین نباید من دیگه به تو بگم که برو حرکت کن، همینو بگیر. میدونی هی نگو خب الان سلیمانی چیکار کنم برم، خب برو، چرا وایسادی؟ میدونی منتظر چی؟ اگر منتظری که هی دائما یکی باشه که تو رو تایید بکنه، مسئله تو حامی وجود داره، مسئله تو اینه که تو نتونستی خودت رو ابعاد وجودی خودت رو حمایت بکنی. وقتی بتونی خودت رو حمایت بکنی، براتون گفتم دیگه سالهای اول زندگی تدریسی من خیلی من یتیم شدم. فقط چیزی که منو نگه داشت، چیزی که منو توی این حوزه نگه داشت، دونستن این رازیه که امشب دارم بهتون میگم، دونستن این نقشه راه خودشناسیه که من اعتقادم اینه که کل انسانها باید ببینن و ازش آگاه بشن. فرق نمیکنه چند سالته. نمیدونم الان بگیم میگن تبلیغ، ولی تبلیغ میکنم به خاطر اینکه میدونم چی رو دارم تبلیغ میکنم. میدونی آدمه دیشب یه خانومی یه پی ام به من داشت، آقا یه چیز سری به ما میگی من خودشناسی کنم. گفتم مگه آخه آمپول که نداره، که نمیشه، اصلا امکان نداره. مثلا ما دوره نقشه رو خودشناسیمون فکر میکنم حدود 25 یا 30 ساعته حدودا. خب من چجوری توی یکی یه دونه دو تا جمله به تو بگم که مثلا این روند چه شکلیه؟ بعد یه جایی هم طرف فکر میکنه من خسیسم نمیخوام بگم. خب من چی بگم؟ میدونی میگه من آخه وقت ندارم میخوام در واقع بذارم. گفتم دیگه من چی بگم آخه؟ تو نمیخوای واسه خودت وقت بذاری، تو میخوای زندگی بکنی، من نمیخوام درسشو بخورم که. باید زمان بذاری آروم آروم تستا رو انجام بدی، بعد بیای بخونیشون در واقع خود محتوا رو، بعد کلی تمرین انجام بدی، ممارست داشته باشی، بعد از یه مدت زمانی متوجه میشی که من چی به تو گفتم. بعد این یه مدله. یه مدل دیگه خیلی زیاد میشنوم و همین امروز هم یکی از شما عزیزان امیدوارم اینجا باشن گفتن، این بود که کاش 10 سال پیش اومده بودم. باورتون نمیشه این جمله تکراری ترین جمله یه که من توی این روند تدریسم توی این چند سال شنیدم. کاش من 10 سال پیش فهمیده بودم آقا بود حامی ما مسئله داشت، تمام، اینو درست کردیم، اوکی شد و همه چی حل شد. متوجه میشید چی میگم؟ و تا زمانی که این اتفاق طی نشه توقع نداشته باش که دنیا خوب بشه. اصلا دنیا خوب و بد نداره که. تو سر یه سفره‌ای نشستی توی دنیا، خدا امکانات به ما داده، فراوانی به ما داده، این همه نعمت به ما داده، میتونیم ببینیم، میتونیم بشنویم، میتونیم راه بریم، میتونیم فکر بکنیم، میتونیم تحلیل کنیم، میتونیم کلاس شرکت کنیم، میتونیم کتاب بخونیم. میدونی این همه چیز داده به ما، همه اینا هست. حالا تو سر این سفره‌ای که بهترین غذاها چیده شده، تو رفتی نون پنیر رو برداشتی، چرا طلبکار خدایی؟ میدونی چرا طلبکار پدر مادرتی، طلبکار اینو اونی؟ اینو اگر متوجهش بشی، متوجه میشی خودت احساس لیاقت نداشتی در درون که رفتی این قسمت زندگی رو برداشتی. حالا اینا باز دیشب بحث شد، اینا قرار بوده که توی سنین کودکی به ما آموزش داده بشود، متاسفانه نشده. یعنی باید مثلا تو مدرسه به ما عزت نفس درس میدادن، به جای اون اومدن من خودم یادم چقدر کتک خوردم. معلمه نمیدونم غیر عاشق دیگه، معلم عاشق که کتک نمیزنه، معلم عاشق میفهمه که این بچه ممکنه این درسی ضعیف باشه ولی قرارش کلا ضعیف باشه، که شاید آی کیو پایین باشه، ای کیو بالا باشه، شاید هوش موسیقایی داشته باشه، شاید خیلی چیزای دیگه. به جایی که بیان اونجا ما رو تربیت کنن واسه زندگی خوب، تربیت کردن واسه متاسفانه این روندی که الان تو کشورمون داریم، به خاطر اینکه آموزش رو یه کالای حالا بعدن میریم میبینیمه تو ذهن خیلیا. حالا چه کاری، کتاب برو بابا مانتو بخر، کتاب چیه؟ متوجه میشه چی میگم؟ ببین یه دوره آموزشی میخوای شرکت بکنی، هرچی راجبه هرچی که تو رو قوی تر میتونه بکنه، هی
دو تا چهار تا میکنی، بخرم نخرم، ببینم نبینم. یه کتاب میخوای بخری هزار بار بالا پایین میشی، ولی میری رستوران جمع میشین با هم دیگه، همین الان یه رستوران بری 4-5 نفر بشی 200,000 تومان باید هزینه بکنی. چند دقیقه چند ساعت تأثیر داره؟ یه دوره آموزشی چقدر تأثیر داره تو زندگیت؟ ببین امیدوارم بگیرید مطلب رو. ما میبینیم که یهو مسائل زندگیمون انقدر زیاد شده که وقت نمیکنیم آموزش ببینیم. من میگم چون آموزش نمیبینی مسائل زندگی زیاد شده. مثلا به طرف میگیم که چرا کتاب نمیخونی؟ میگه من وقت ندارم کتاب بخونم. من میگم چون کتاب نمیخونی وقت نداری. چون کتاب که بخونی متوجه میشی که اصلا چرا نباید وقت داشته باشی؟ اصلا دلیلی بر این وجود نداره. چرا باید یه کمپانی، یه شرکت تو رو به صورت عمده خریداری بکنه، یه پول ناچیزی بهت بده، عمر تو رو ازت بگیره و تو یه عمری به خاطر اون کار بکنی؟ چرا تو اینجوری نشی که شرکت ها زنگ بزنن التماست بکنن؟ که من میدونم خیلیاتون اینطوری هستید، من میدونم خیلیاتون به این درجه رسیدید، چون میشناسمتون، که آقا میشه خواهش بکنم یه گذره در این ور افتاد یه سر به ما بزنی، یه مشورت نیم ساعتی یه ساعت هم ما بدی؟ چرا اینجوری نباشه و تو بگی که میام، حتما میام، فقط من تعیین میکنم کی میام، چقدر پول میگیرم و بر چه اساسی؟ یکی اینه، یکی دیگه چیه بچه ها؟ اونایی که تو معصوم و یتیم این قسمت رو گیر کردن، آقا جون مادرت ما رو از کار نندازیم بیرون، تو رو خدا این تعدیل شد بریم زیرا به این بابا رو بزنیم، یکی رو بندازم بیرون، ما رو بیمه کنین، ما رو نگه دارین. انتخاب با خودمونه دیگه. من خیلی ها رو میشناسم که متاسفانه هنوز روزش نرسیده، وگرنه این آدم خیلی قدرت داره. یعنی من میدونم که اگر معجزه‌شو پیدا بکنه خیلی میتونه پول بسازه، خیلی زندگی عاشقانه میتونه داشته باشه، ولی هنوز تو این مرحله معصوم و یتیمه، من نمیتونم کمکش بکنم. یکی از سخت ترین قسمت های زندگی من اینه که من یه آدمی رو میبینم که این میتونه خیلی بهتر کنه، ولی حرف من رو نمیفهمه، چون تو فاز من نیست. یعنی هر چی بهش میگم بابا به خدا اینجوری نیست، زرنگی نیست، قهرمانی نیست که تو سر خودت و دیگران رو کلا بذاری یه داستان برای نشدن رو تعریف کنی. این زرنگی نیست به خدا. زندگی کردن شجاعت میخواد. واسه من میگم زندگی لوکس داشتن شجاعت میخواد، نه زندگی فقیرانه. زندگی فقیرانه که چیزی نداره، که یه زندگی معمولیه، بریم بیایم سر ما یه چیزی به ما بدن، میری تو سوپرمارکت میخوای خرید بکنی، یه دو تا چهار تا بکنی، اینم بردارم اینم بر ندارم، میخوای بری لباس بخری میگی نه اینجوری اون. بابا اینا که دیگه مایحتاج ابتدایی زندگیت، میری تو فروشگاه بعد هر چی بخوای بخری، که میدونی یه مدل زندگیه، همش از اینجا میاد، همش از اینجا میاد. ولاقی و تا زمانی که این اتفاق نیفته، من الان وارد مراحل بعدی نمیشم، بذارید شبای دیگه راجبش صحبت بکنی. تا زمانی که این اتفاق تو این ذهن نیفته، اصلا تو جستجویی نمی کنی که تو مرحله جستجوگر برسی. جستجوی تو پیچوندنه، میدونی؟ چون زخمی دیگه، تو مرحله یتیم موندی، تو جنگجو داری می جنگی علکی، حامی هم که نداری، خودت هم که حامی خودت نمیشی. بچه ها ما اگر خودمون حامی خودمون نشیم، متاسفانه چی میشه؟ همش دنبال یه قهرمانی تو رو خدا بیمار نجات بده. درود استاد تقوی عزیز، ارادت آقا دلتنگیم. به امید خدا شبهای آتی حتما یک لایو مشترک داشته باشیم. فکر میکنم یه هفته ای شد که ندیدمت عزیز دلی. حتما با هم دیگه اگر افتخار بدی یه لایو مشترک بریم استاد جان. خیلی مخلصی. مرسی از همه دوستانی که ابراز احساسات میکنید، لطف دارید به من. ببخشید اگه همه رو جواب نمیدم، به خاطر اینکه بیشتر کمکتون بکنم. آقا خلاصه چی داشتیم میگفتیم؟ این چهار تا رو تا درست نکنی اتفاق بزرگ از راه نمیرسه. میخوای گوش کن، میخوای گوش نکن، من نمیدونم کدوم مرحله ای. بچه هایی که با من دوره بیداری گذروندین میدونید من چی دارم میگم، میدونید که در ادامه مسیر روزهای در واقع
ادامه ای که در واقع ما با هم دیگه خواهیم بود و راجبشون صحبت خواهیم کرد، متوجه میشیم که الان توی این روز، تو این روند، تو این حالت، هر کدوممون خواستگاهمون از کدوم قسمت این 12 مرحله داره برمیاد. داری چی فکر میکنی؟ تو الان باید یه آفرینش جدید از خودت بیرون بدی، چون دنیا متفاوت شده. الان دنیا یه شکل دیگه شده، 2 ماه پیش یه شکل دیگه بود و 2 ماه بعد یه شکل دیگه خواهد بود. اگر تو این مراحل درست رفته باشی جلو، هر اتفاقی که میفته یه بشکم میزنی، شیفت میکنه ذهنت. چی میشه؟ میگی آقا الان تو این وضعیت حامد سلیمانی، خود جدیدتو ارائه کن، اینقدر تو خود قدیمت گیر نکن. اگر من تو خود قدیمم میخواستم گیر بکنم، من و اساتید دیگه که داریم این کار رو انجام میدیم، استاد تقوی عزیز، آقا حمید رضا، آقا محمد رضا و اساتید دیگه که هستن، همه اون کسایی که با هم دیگه لایو داشتیم و در واقع شما لایواشون رو میبینی، یه خود جدید رو شروع کردن. ما باید این چیکار میکردیم؟ باید میگفتیم که خب دیگه شهرستان‌های مختلف هم که دیگه اینجوریه و بشینیم خونه تا ببینیم چی میشه. بچه‌ها هیچ چی نمیشه جز اینکه ما بدبخت‌تر بشیم. اصلا هر جا که با خودت گفتی حالا ببینیم چی میشه، بهت قول میدم هیچی نمیشه. تو باید کارتو انجام بدی. دنیا میخواد به تو پاسخ بده، به لیاقتات پاسخ بده. تو هر لحظه داره به تو میگه که الان تو این مدت، تو این دوره، تو این لحظه بهترین ورژنت چیه. خواهش میکنم که بهترین ورژن خودتو بیرون بده. این اتفاقی که بیفته، جلوتر که میری ورژن بهتر، ورژن بهتر، ورژن بهتر، و تو هر روز توانمندتر و بهتر و باحالتر و دوست داشتنی تر میشی. ازت بیشتر میخرن، با تو ازدواج میکنن، وقتی ازدواج میکنن عاشقت میشن، باهات میمونن. تو بهتر تربیت میکنی بچه ها، تو پرورش میدی بچه ها، تو نمیتونی خودت اردک باشی در واقع از بچه هات بخوای که اونا عقاب بشن. آخه همچین چیزی وجود نداره، اونا تو رو میبینن. متوجه میشی چی میگم؟ پس خواهش میکنم زندگی عقابوار تو استارت بزن. شده باشه کارهای کوچولو کوچولو کوچولو، نمیدونم، هر چیزی که تو رو میتونه بهترت بکنه، استارتشو بزن. هیچ محدودیتی در این دنیا وجود نداره جز در ذهن ما. یا میخوای بپذیری یا نمیپذیریش. یعنی ممکنه الان تو ذهنت بگی اوه نفسش از جای گرم بلند میشه، به خدا این شکلی نیست. برای تو شبای قبلم گفتم من از زیر 300 میلیون بدهی شروع کردم، یعنی صفرم نبودم، من جز واجد شرایط انسان‌های از صفر شروع کرده هم نبودم، فقط اینو بلد بودم، فقط این نقشه دستم بوده، فقط خودشناسی رو جدی گرفته بودم، فقط به خودم چی میگن خیلی مسلط بودم به خودم و هستم. نمیگم کاملا، بچه ها دقت کنید، هیچ وقت کامل نمیشه. به نسبت 20 سال 15 سال پیش، به نسبت 10 سال پیش خیلی رو خودم مسلط ترم. به نسبت 10 سال پیش مدل نگرشم، بینشم، مهمی بودنم، مدل خرید کردنم، مدل قرارداد بستنم، مدل نمی هر چی که فکرشو بکنی متفاوت شده که داره بهتر میشه. اگر اینا نباشه اتفاق خاصی نمیافته. خب بچه‌ها یه 5 دقیقه وقت یه خورده کامنت سوال هر چیزی که هست بخونیم و بریم سراغ ادامه مسیر. بله میگه استاد سوال، ممکنه همزمان توی 2 جا گیر کنیم؟ بله قطعا ممکنه تو چند جا گیر کنیم، چرا که نه. بله قطعا احسن. مرسی از شما، مرسی از ابراز لطفتون، مرسی دخترمو جان، متشکرم، مطالب عالی، خدا رو شکر. این سوال بود، نمیشه هدف داشتین استاد؟ یا هدف نمیدونم، هدف داشتم.